بسم الله الرحمن الرحیم فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی افقه و قولی لا ینطقنی بالهدى و الهمن التقوى هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات الله جلسه ای که آخرین جلسه ای که خدمت شما رسیدیم تا به حکومت رسیدن امیرالمومنین رو بحث کردیم، درسته؟ عرض کردیم خدمت شما که در شرایطی که زمینه برایش امیرالمومنین فراهم نبود، به دلائلی امیرالمومنین به حکومت رسیدن که مختصرش این بود: مردم از حکومت خلیفه سوم ناراضی بودن به گونه‌ای که اکثریت مطلقی تقریبا عثمان رو خلیفه مسلمین دیگه قبولش نداشتن و عزلش کردن. در این شرایط امیرالمومنین که از قبل حکومت‌های قبلی دریافت جدی یا بهره برداری سیاسی اقتصادی نکرده بود و بلکه به جامعه خدمات داده بود، مثل خدمات عرض کنن خدمت شما که مثل چاه و نمی‌دونم باغ و فلان، زمینه تبلیغ حضرت فراهم بود در اذهان مردم، هم اونهایی که عموم طیف مردم بودن نه خواص. فضائل امیرالمومنین رو بیان می‌کردن جذابیت داشت. و نکته مهم دیگه‌ای که اینجا باید محل بحث قرار بگیره این هست که قریشیان امیرالمومنین رو به حکومت نرسوندن بازم، بلکه یمنی ها امیرالمومنین حکومت رسوندن. اینا نیتونه انتون باشه، بعدا تو بحث خوارج به درد میخوره. اینو نگفتیم انگار، گفتیم این قسمتش جدیده. خب امیرالمومنین وقتی بخواستن، در گزارش هایی که از خود حضرت رسیده فرمود، این فرمودی که میگم مثلا در مستشأ طبری قارات ثقفی مضمون مال منه، حضرت فرمود که 1000 تا گزینه داشته باشن 1000 رو میشم من نیستم، چون قریش از امیرالمومنین ضربه جدی خورده بود، حضور امیرالمومنین نفی قریش محسوب میشد، لذا قریش نمیخواست سر به تن امیرالمومنین باشه، چه برسه به اینکه حاکم باشه. یکی دو تا نمونهشو اشاره کنم فقط. قریش در جنگ نظامی از امیرالمومنین آسیب جدی خورده بود، یه وقت یه نفر میره توی محلی سرباز صفر میکشه، یه نفر توی جنگی 5 تا جنرال یه طرف رو میکشه، اونجا دیگه از سرش جایزه میذارن. امیرالمومنین چون جنگای تن به تن رو به عهده داشت، این جنگای تن به تن نقش تعیین کننده ای تو جنگا داشتن، یکی برای صرفه‌جویی منابع، دو تا سپاه به هم جنگ تن به تن میکردن خیلی آسیب میدیدن، هزاران هزار کشته، ولی یه نفر از این طرف یه نفر از این طرف می جنگید، اوضاع معلوم می شد، بازنده جریمه می داد و می رفت، یا زمین می داد یا جریمه می شد، وارد مذاکره می شدن، هزینه جنگ می آمد پایین، هزینه جانی جنگ هم می آمد پایین. خب اون دو نفری که از دو طرف می جنگیدن، اینا اولا شکست یکی به معنای شکست سپاه بود، آبروریزی می شد، ثانیاً جنرال محسوب میشد دیگه، اون کسی که اومده بود به جنگ در اون بوده، سلاح کشتار جمعی که مطرح نبود، لشگرها این افراد بودن. و امیرالمومنین صلوات الله علیه خب این بزرگان اینها را خیلی هاشون رو کشت. این از لحاظ فیزیکی. یه مثالی رو من چند بار گفتم، بازم الان اینجا عرض میکنم که شما ببینید که آثار جبران ناشدنی رو از هان قریشیان داشت این رفتار حضرت. سوده بنت زمعه که همسر پیغمبره و از ایشون شری نسبت به اهل بیت گزارش نشده، گزارش جدی علیهش نداریم،
یعنی اگر حالا خیلی هم خدماتی نداشته شعری هم نداشته از لحاظ ما شیعیان، لذا محترم نزد شیعه. توجه کردیم؟ ایشون یه روز یکی از فامیلاشو میبینه کتفاش بسته شده، بهش میگه که خاک بر سرت کنن، مثل مرد بجنگیدی بعدم کشته میشدی. پیغمبر میفرماد علیه اسلام داری تحریکش میکنی، مثل مرد با کی میجنگیدی؟ مثل مرد به کی شمشیر میزدی؟ مسلمونا گویا رسول الله ببخشید یه فامیلمون بود برم سوخ کتفاش بسته است. او که بد نبود این سوده بعد از پیغمبر از خانه بیرون نرفت تا بلکه از مدینه اصلا خارج نشد تا از دنیا رفت. حج هم میگفتن یه بار زمان پیغمبر رفتم، پیغمبر به ما دستور داده امثال پیغمبر که وقرن فی بیوته کنه، بمونید تو خونه هاتون، ما موندیم تو خونم. یعنی اهل فتنگری نیست، ولی تحریک شد که فامیلشو گرفتن. حالا ببینید قریشی که تمام بزرگانش رو امیرالمومنین کشته، نه کت بسته آورده باشه بلکه کشته، مثلا در مورد معاویه عموشو، داییشو، بابا بزرگشو، عموی باباشو، یعنی هرچی از افراد بزرگ خاندان بوده همه رو امیرالمومنین خلاصه زده به چند قسمت مساوی تقسیم کرد. این از لحاظ فیزیکی کینه دارن از امیرالمومنین. به نظر بنده بزرگتر از این نفرت قریش از امیرالمومنین به واسطه دو چیز دیگه است. یکی این که امیرالمومنین نماد رسول الله، امیرالمومنین همون رسول الله، تجلی تام و تمامشه و رسول الله اینها و تبختر و هیمنشون رو نابود کرده. اینا همشون در مکه کلوپ شبانه داشتن، مردم شاد زندگی میکردن اون روزا، امکانات صنعت توریست بالا بود، اینا هم درآمد خوبی داشتن، خدا رو هم شاکر بودن. اسلام که اومد کاسه کوزه اینا رو به هم ریخت، تبختورشون نابود شد، با برده هاشون هم عرض شدن. از پیغمبر کینه داشتن، که یادتون باشه یکی از دلایل تخریب پیغمبر هم همینو میگفت. یادتون گفتیم پیغمبر رو ترم پیش رفقایی که بودن پیغمبر رو تخریب کردن. حالا امروز نماد تخریب پیغمبر امیرالمومنین، کما این که در جایی که لعن کردن امیرالمومنین رو صراحتا میگن اون دشمنی با پیغمبر منجر شد امیرالمومنین لعن بشه. خب اینم مورد دوم که میشه بخش اول دشمنی فرهنگی قریش. بخش سوم امیرالمومنین به شخصه هویت قریش رو نابود کرد. چرا؟ آقا عرب ها اگر کتاب های قدیمی عرب رو برای کسی ببینه میبینه ایام العرب دارن. این صدای من انکر الاسواد شده از خواهی میکنه. عرض کنم خدمت شما که ایام العرب همه دار و ندار عرب چند چیزه. مسائل مورد علاقش جنگ، که یعنی رزمنده و ادوات رزم، میشه مرکب و اسلحه شمشیر، شراب و زنه، کلوپ شبانه دوتای دوم و سوم رو نابود کرد که از دست اینا در اومد، هویت فرهنگیشون این که مثلا قبرها رو میشمردن سر نیروهای رزمی بود، این مردا رو حساب میکردن، هویت اصلی قبیله به جنگاوریش بود. جنگاوری نمادش چیه؟ الان ما نماد جنگ بین المللی مون از قاسم سلیمانی، درسته؟ یعنی ما از این ور افتخار میکنیم، اونا از این ور رو تخریبش میکنن، یعنی پرچممونه، درست؟
قریش هم نماد هویتش رزمندگان در جنرالاش بود، گلادیاتوراش بود، اونم نه اونایی که زمان پیغمبر بودن لزومن، از قدیم هر کی که بود، هر پهلوان پنبهی که داشتن، رستمهاشون، اینا تو ایام العرباشون می آوردن کی کجا رفته شمشیر رو چی کار کرده. امیرالمومنین که اومد چیزهایی رو که اینا رو مردم تعریف میکردن در امیرالمومنین برترش رو فول اچ دی دیدن، چیزهایی که اونو برای اونو خب آدم تو اسطوره که دیدی، تو اسطوره خیلی راست که نمیگه آدم که افسانه است دیگه، رفت و دیو سسر رو نمونم اجده های هشتر رو اسطوره است، نماد رزماوری اجداد ماست ها. اینا هرچی خالی بسته بودن برای ابطالشون بالاترش رو اونم نشنیدن بلکه فول اچ دی دیدن در امیرالمومنین، لذا قصه های اون ابطال دیگه نمیشه تعریف کرد. مثل این میمونه که بگی یک نفر رو 500 نفر رو کشت و یکی هم رفت یه ناخونه مثلا دشمن رو سرش رو چید و آورد با ناخون گیر، دیگه تعریف رو میکنه آدم که. عبارت ابن عبدالحدید اینه: یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو اسطوره ها و پهلوان های عرب رو کاری کردی به فراموشی سپرده شدن، یعنی هویت قریش منهدم شد، قریش ثروتش به خطر افتاد، تبختر و آقاییش به خطر افتاد، امیرالمومنین اومد هویتش رو نابود کرد. لذا اینا دوست داشتن میرن اون به حکومت برسن. جریانی که مالک به وجود آورد از کردین از کجا اومدن؟ از کجا؟ کوفه. عمده مردم کوفه مهاجران یمنی ان، عمده غیر از ایرانی هاشون یمنی ها عرب هم، عمده عرب های کوفه عرب قحطانی یمنی الاصل هم، مثل خود مالک اشتر سلام الله علیه، مثل حجر ابن عدی، اون وقت مثل ابو موسای اشعری. شما دیدید شیخان قوم کی هن اون دوتا شیخ؟ دوتا اشعری هن، اینا پدر جدهای یمنی های شیعهی که اومدن قم هستن، اونجا دفن شدن، شدن شیخان، ولی 1200 سال پیش هن. اشعری ها اشاعره، نه اون اشاعره معتزله اعتقادی، اشعری هایی که توی فامیل هست مثل ابو موسای اشعری، از اون ور مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که شیعه است، اینا یمنی الاصل هست. ابو موسا اشعریه، حجر اشعریه، اشعث یمنیه، منظورم مالک یمنیه، یعنی مردم عرب اصیل کوفه عرب های اصیل یمنن. این عرب های یمن دائما با قریش دعوا و جنگ دارن، چرا؟ چون هر کدوم دنبال هویت خودشونن و هویتشون در تضاد با همه. عرب حجاز که عرب عدنانیه به خاطر وجود پیغمبر قریشی، مهاجران قریشی همیشه تبختر داشته از لحاظ قبیله‌ای، لذا رقابت داشتن با یمنی ها. یمنی ها از لحاظ ریشه نژاد دوست نداشتن که زیر بار عرب حجاز برن. بعدن در مسئله نهروان و خوارج بحث میکنیم. لذا اینها وقتی اومدن فضا اصلا فضایی نبود که امیرالمومنین به عنوان گزینه چهارم مطرح باشه، چون حق مداری قرار نبود باشه که
منتها مالک اشتر از این فرصت استفاده کرد، از اون تبلیغات خدمات اجتماعی امیرالمومنین، دو از این که حیدر کرار امیرالمومنین نفس پیغمبره و در بازی‌های قبیله گرایی به نفع حجازی‌ها نخواهد تصمیم گرفت، یا بهتر بگم تصمیم نخواهد گرفت. لذا یمنی‌ها مایل شدن بیان سمت امیرالمومنین و اومدن در خونه و بیعت کردن. در اوضاع امیرالمومنین خلیفه شد که مناسبات قبیله‌ای کمک کرد به رأی آوردن امیرالمومنین. دشمنی شدید مردم کوفه با عثمان، چون ظلم دیده بودن اولا. حالا الان من میپرسم، مهمتر از ظلمی که از سلطان و والی کوفه دیدن، چه ظلمی دیده بودن کوفیان عربهای کوفه؟ یادتون عرض کردیم که عثمان نه تنها قریش و بر دیگران، که بنی امیه رو سوار قریش کرد، فامیلای خودش رو سوار بنی امیه کرد، بعد داداشاشو گذاشت رو کله همه. طبیعتاً قریشیان ازش ناراضی بودن، دیگه وای به حال اون زیرزیریا، یعنی یمنی ها. لذا مردم کوفه به شدت بیزار از عثمان بودن و بلکه فحش میدادن به عثمان. حتی اصحاب با تقوایی مثل عمار، در روایات معتبر اهل سنت هست که عمار فحش میداد به عثمان، صراحتاً فحش میداد. و جلسه بیش فکر کنم گفتیم که درگیری جدی هم باهاش پیدا کرد و بالاخره مقطوع النسل هم شده بود، اعصاب نداشت از دست عثمان. عمار در براندازی خیلی تلاش کرد، منتها شخصیت کاریزماتیک مالک رو نداشت. خب امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید در یک فضای کاملا شیخینی و علیه عثمانی به حکومت رسید، به گونه ای که عثمان رو نمیذاشتن در قبرستون مسلمان رو دفن. در یه زبالدونی یا یه جای بیرون شهر یا توش قبرستون یهودیا، بیرون قبرستان مسلمین دفنش کردن. بعدها زمان معاویه توسعه دادن قبرستونه رو، قبرستون بقی اوکی اون بیفته توش. عثمان یعنی نامسلمان باهاش برخورد میکنن، مردم کی؟ آقا کوفه. و مردم کوفه نسبت به بنی امیه آلرژی داشتن، بیزار بودن، چون ظلم دیده بودن 13 سال. بعدها خواهیم گفت خوارج به هیچ وجه با بنی امیه آشتی نکردن. امیرالمومنین تو این شرایط به حکومت رسید. لذا در سخنرانی های حضرت خلیفه اول دوم با احترام یاد میشه، چون شرایط نقد فعلا نیست، ولی نسبت به خلیفه سوم دوزش خیلی بازتره برای حرف زدن. ادبیات امیرالمومنین مقایسه کنید نسبت به خلفا، این رو میبینید. این نهج البلاغه هست بگید، اگر نه از حافظه میگم. نیست؟ هست؟ اگر هست بود، اگر هم نیست که خدا خیرتون. امیر سلام الله علیه ادبیاتش نسبت به خلیفه اول دوم سوم به ترتیب، خیلی ممنون، به ترتیب تند میشه. این نسبت خلیفه اول کمترین، نسبت خلیفه دوم یک کم، نسبت خلیفه سوم دهان حضرت کمی باز کلن، یعنی راحت دست میزنه. علت چیه؟ علت اینه که کمتر نیازه تقیه کنه، نمیتونه، نمیخواد تقیه کنه، بلکه جل مقابل حضرت دائم سلام میرسونن، یعنی مقابلای حضرت سلام میرسونن به فک و فامیل عثمان دائم.
چی؟ آها صبر کن عرض میکن. در نامه های خصوصی امیرالمومنین صلوات الله علیه باز هم نسبت به دو خلیفه اول کمتر انتقاد تنده، چون خطر لو رفتن داشت. نسبت به سومی راحت تر فراوان داریم. مثلا نگاه کنی، اما والله لقد تغمسها فلان فلانی لباس خلافت تنش کرد. این خطبه خصوصی امیرالمومنینه، این خطبه عمومی نیست. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، میدونستن من شایستم ولی این کار کرده. بعد فقط تعجب میکنه که چرا او خلافت رو بعد از خودش پس نداد، که این بعد سر جاش یه جایی بحث بشه که عرض کردیم، یه جایی بحث کردیم دیگه ما واردش نمیشه. به خلیفه دوم که میرسه، امیرالمومنین از خلیفه دوم دو نکته بیان میکنه در خطبه شیخ شقیه که انصافاً اگر این خطبه نبود، کسی اهل تاریخ بود درست تحقیق میکرد، به همین دو نکته میرسید. از بنده زیاد شنیدن بعضی رفقایی که بیشتر به راجیای منو دنبال میکنن، که دو نکته رو امیرالمومنین در مورد خلیفه دوم میگه با آهستگی از کنارش رد میشه. یکی فسیرها فی حوزة خشنا، دوز خشونت در حکومت خلیفه دوم بالا بود. و دو یکثر ال اثار فیها و الاعتذار منها، خطا زیاد بود، سوتی زیاد بود، عذرخواهی هم زیاد بود. یعنی نمیگفت من عمدن این کار میکنم، میگفت من او اشتباه کرد، ولی این زیاد تکرار میشد. اما وقتی خلاصه عبارت رو برید ببینید، میفرماد یه جوی یه طوری بود شرایط که اگر میخواستی کنترلش کنی، خلیفه دوم مثل یک مرکب چموش بود که اگر میخواستی افسار رو صفر نگه داری، یعنی مقابل شپیستی، این حلقه ای که برای لگام تو بینیشه، بینیشو پاره میکرد. پاره میکرد یعنی چی؟ یعنی کار قطع میشد و وارد خشونت اصلی میشدی. اگه میخواستی باش کلکل کنی، اگر میخواستی رها کنی، خب حیوان وحشی چیکار میکنه؟ مرکب ناهموار ناراهوار چیکار میکنه؟ میزنه تا زمین. یعنی خیلی کار سخت بود، درسته؟ فوق‌العاده است این تحلیل امیرالمومنین، تو یک خط انصافاً 10 سال درست بیان کرده. حالا ما که توقع همین از امیرالمومنین درست، ولی اینقدر مجمل این همه نکته تاریخی توش داره واردش نمیخوام بشم، حیرت آور. تا میرسه به نفر بعدی، نفر بعدی از کل ماجرای نفر بعدی چی میگه؟ یکی رو به خاطر کینه جابجا کرد، یکی رو به خاطر اینکه دامادش بود. یعنی دقیقا همون فضای سوء استفاده از قبائل، درسته؟ نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که جهان اسلام رو تبدیل کرد به فامیلای من از بنی امیه، ذخایر بنی امیه رو برد سر کار. و تیکه دوم اینه، او بین نفیلهی و مؤتلفه بود،
بین توالت و استبل. این عبارت شدیده دیگه، تلف یعنی آنجایی که علف هست، بین استبل و خلاصه دستشویی در سعی بین نسیل و معتلف بود. عبارت حضرت میبینید تند شد. یعنی چی آقا؟ بخورن و منابع رو تبدیل به کثافت کنن، یعنی بهره‌وری پایین بود، درسته؟ تبدیل میشد از این یه چیزی میدیم میخورن و تبدیل به چیزی میشه که به درد نمیخوره، یعنی من بیت المال رو میخورن این برم چیزی به نفع جز کثافت و نجاست هم چیزی به درد اسلام نمیخوره. خیلی ادبیات حضرت ناگهان تون میشه. چرا تون میشه؟ چون فضای این که حرف بزنن بود. اون برادرمون رو بیدار کنید که اذیت نشه. فضای ادبی امیرالمومنین اجازه میده فضا که به راجب خلیفه سوم حرف بزن. اینی که دارم عرض میکنم انشالله این کسی یه وقت خواست راجب خطبه‌نامه حرف بزنه، خیلی از خطبه‌نامه تازه معنی پیدا میکنه که چرا حضرت نامه مینویسه مثلا قیس ابن سعد ابن عباده رو برای مصر، یا نامه برای بعضی شهرها که بیعت میخوان بکنن. حضرت فرمان بعد از حمد خدا، بعد از پیغمبر دو نفر به حکومت رسیدن، بعد از اون دو نفر هیچی نمیگه چی شد، دو نفر به حکومت رسیدن، حالا خوب بودن بد بودن، اذیت کردن، خدمت کرد، رد میشه. بعد میفرماد بعد رسید به نفر سومی که مردم رو تحمل نکردن به خاطر بدعتهایش. میبینید نسبت دو خلیفه ساکته، نسبت سوم چرا؟ چون فضای جامعه جهانی اون روز اجازه میده راجع به عثمان حرف زده بشه. در مورد آفتاب تابان دو خلیفه اول کسی نمیتونست حرف بزن، لذا حضرت هم رد میشه فرام. یا اینجا رو ببینید، اگر فرصت میکرد حضرت اشاره به حق غصب شده میکرد، ولی نگاه کنید به همین مجملی خطبه 6 گفتن آقا ول کنین طلحه و زبیر رو، فرمود که من به خدا مثل فلان حیوان نیستم که بیشینم صبر کنم که یا فریب بخورم یا فرصت از دست بره شکار بشم، بیشینم جوی نمیدونم بعد چیکار کنم، بلکه به حق عمل میکنه. با سامع مطیع نرمم و با عاصی مریب تندم. بعد اینجوری فرمود والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستعفرا علی منذ قبض الله نبیه، از روز اول حق من غصب شده، این که دیگه حق نیست هستن خلیفه خلافت چهارم با این معانی که ما گفتیم. فرصت کنه حضرت اشاره به عرض کنم محضر شما که اون حق غصب شده میکنه، ولی درباره خلفا اظهار نظر صریح نمیکنه، بلکه در برخورد حضرت با مردم اینجوریه که احتجاج میکنه مردم، مثلا در برابر معاویه که من همون طوری که با خلیفه اول و دوم بیعت شد با من بیعت شد،
بیعت من کاملا شرعی است، همان طور که بیعت خلیفه اول و دوم. این به معنای پذیرش خلافت اون دو نفر نیست. جامعه اون روز اون دو نفر رو مفروغن میدونه، خلیفه پیغمبرن. بعد مثلا طلحه و زبیر، عایشه یا معاویه وقتی انقلت میکنن از این فهم خلافت من هم شرعیه، همون مدلی که با اون رو بیعت شد با من بیعت شد، اگر این ایراد داره پس مال اونا هم ایراد داره، در حالی که همه میدونن خلافت اونا مشروعه. این به معنای دفاع نیست، داره جدل میکنه حضرت. یه نکته، بله اومدیم بیرون ازش، یه نکته بسیار مهم که باید بهش توجه کرد، نوع بیان امیرالمومنینه که عرض کردیم جلسه قبل. بعد از این که حضرت به حکومت میرسه شروع میکنه به نامنگاری برای اینکه افکار عمومی رو به دست بگیره. عبارت رو ببینین، این نامه ششم نهج البلاغه است، نامه شش به معاویه. این نامه ها رو منتشر میکردن. انهو بایعن القوم، قومی با من بیعت کردن، الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان الا ما بايعوهم عليه، همونطوری که عمر. آقا اینو چرا عثمان اضافه کرد؟ چرا عثمان اضافه کرد؟ چون نائب معاویه است. امیرالمومنین با افکار عمومی خودش میخواد حرف بزنه، به عثمان احتجاج نمی کنه چون اصلا قبولش ندارن. با معاویه که داره احتجاج میکنه که از بنی امیه است، اسم عثمان هم میاره. عبارتش حضرت اینه، بایعنی القوم، قومی، الذین، که بایعو با این ستا تو مدینه بیعت شد با حضرت دیگه. بله، کسانی که تحت تأثیر قرار دادن مردم مدینه رو و جب و دست گرفتن، بخش زیادشون یمنیای کوفه بودن، ولی مردم مدینه با امیرالمومنین بیعت کردن. اینجا میفهم همون بیعته. فرمود که لال الغائب ان یرد، تو که نبودی اصلا، تو شام، اینجا مرکز خلافت اسلامی مدینه است، اینا بیعت کردن، تو چی کاری که رد کنی؟ و انما شورا، اگرم قرار باشه شورای مشورتی باشه، للمهاجرین والانصار، فان استمعوا علی رجل و سموه اماما، اگر اینا جمع شدن یه امام انتخاب کردن، کان ذالک لله رضا، این رضایت خدا درشه. من میتونستم یه جلساتی بذارم بگم پاسخ به شبهات وارده در نهج البلاغه، این کارو نمیکنم، ولی با بستر شناسی شما دیگه اون شبهه براتون بر چرا امیرالمومنین میاد میگه برخلاف شما که قائل به نص بر امامتید، میگه شورای مهاجر و انصار امام تعیین میکنه. با کی داره حرف میزنه حضرت؟ با افکار عمومی، که اینجا افکار عمومی حتی بنی امیه رو هم شامل میشه. گاهی افکار عمومی شهر خود حضرت، کشور خود حضرت، اینجا افکار عمومی کل جهان اسلامه، داره با ادبیات اونا حرف میزنه. فإن خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج، فإن ابا قاتلوه على اتباع غیر سبیل المؤمنین، اون کسیو که مهاجر و انصار با شورا سر کار میارن، اگر به مسیر حق بره خب هیچ، اگر
تعنی عیبی بدعتی بر او وارد باشه، یقش رو میگیرن بنش میگردونه. مثل مواردی که به عثمان اعتراض میکرد، اگر ابا کنه از اینی که اصلاح کنه، قاتلوه و علت تباهی غیر سبیل المؤمنین، باش می جنگن. یعنی آقا من نبودم که با عثمان جنگیدم، او از سبیل مؤمنین خارج شد، تذکر دادن، عمل نکرد، کشتنش. فلعمر یا معاویه لئن نظر. بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی افقه قولی، الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه پیشگاه اهل بیت علیهم السلام. صلوات الله علیه و آله. جلسه ای که آخرین جلسه ای که خدمت شما رسیدیم، تا به حکومت رسیدن امیرالمومنین رو بحث کردیم، درسته؟ عرض کردیم خدمت شما که در شرایطی که زمینه برایش امیرالمومنین فراهم نبود، به دلائلی امیرالمومنین به حکومت رسیدن که مختصرش این بود: مردم از حکومت خلیفه سوم ناراضی بودند، به گونه ای که اکثریت مطلقی تقریبا عثمان رو خلیفه مسلمین دیگه قبولش نداشتن و عزلش کردن. در این شرایط امیرالمومنین که از قبل حکومت‌های قبلی دریافت جدی یا بهره برداری سیاسی اقتصادی نکرده بود و بلکه به جامعه خدمات داده بود، مثل خدمات عرض کنم خدمت شما که مثل چاه و نمی‌دونم باغ و فلان، زمینه تبلیغ حضرت فراهم بود، در اذهان مردم هم اونهایی که عموم طیف مردم بودن، نه خواص، فضائل امیرالمومنین رو بیان می‌کردن جذابیت داشت. و نکته مهم دیگه ای که اینجا باید محل بحث قرار بگیره این هست که قریشیان امیرالمومنین رو به حکومت نرسوندن بازم، بلکه یمنی ها امیرالمومنین رو حکومت رسوندن. اینا نتونیتون باشه بعدن تو بحث خوارج به درد بخوره. اینو نگفتیم انگار، گفتیم این قسمتش جدیده. خب امیرالمومنین وقتی بخواستن، در گزارش هایی که از خود حضرت رسیده، فرمود، این فرمودی که میگم مثلا در مستشفی طبری قارات ثقفی مضمون مال منه، حضرت فرمود که 1000 تا گزینه داشته باشن، 1000 رو میشم من نیستم، چون قریش از امیرالمومنین ضربه جدی خورده بود، حضور امیرالمومنین نفی قریش محسوب میشد، لذا قریش نمیخواست سر به تن امیرالمومنین باشه، چه برسه به اینکه حاکم باشه. یکی دو تا نمونه شو اشاره کنم فقط. قریش در جنگ نظامی از امیرالمومنین آسیب جدی خورده بود، یه وقت یه نفر میره توی یه محلی سرباز صفر میکشه، یه نفر توی یه جنگی 5 تا جنرال یه طرف رو میکشه، اونجا دیگه سرش جایزه میذارن. امیرالمومنین چون جنگای تن به تن رو به عهده داشت، که این جنگای تن به تن نقش تعیین کننده ای تو جنگا داشتن، یکی برای صرفه‌جویی منابع، دو تا سپاه به هم جنگ تن به تن میکردن، خیلی آسیب میدیدن، هزاران هزار کشته، ولی یه نفر از این طرف یه نفر از این طرف می جنگید، اوضاع معلوم می شد، بازنده جریمه می داد و می رفت، یا زمین می داد یا جریمه می شد، وارد مذاکره می شدن، هزینه جنگ می آمد پایین، هزینه جانی جنگ هم می آمد پایین. خب اون دو نفری که از دو طرف می جنگیدن، اینا اولا شکست یکی به معنای شکست سپاه بود، آبروریزی می شد،
ثانیاً جنرال محسوب میشد دیگه، اون کسی که اومده بود به جنگ در اون روزه. سلاح کشتار جمعی که مطرح نبود، لشگرها این افراد بودن. و امیرالمومنین صلوات الله علیه خب این بزرگان اینها را خیلی هاشونو کشت. این از لحاظ فیزیکی. یه مثالی رو من چند بار گفتم، بازم الان اینجا عرض میکنم که شما ببینید که چه آثار جبران ناشدنی رو از هان قریشیان داشت این رفتار حضرت. سوده بنت زمعه که همسر پیغمبره و از ایشون شری نسبت به اهل بیت گزارش نشده، گزارش جدی علیهش نداریم. یعنی اگر حالا خیلی هم خدماتی نداشته، شری هم نداشته از لحاظ ما شیعیان، لذا محترم نزد شیعه. توجه کردیم؟ ایشون یه روز یکی از فامیلاشو میبینه کتفاش بسته شده، بهش میگه که خاک بر سرت کنن، مثل مرد بجنگیدی بعدم کشته میشدی. پیغمبر میفرماد علیه اسلام داری تحریکش میکنی، مثل مرد با کی میجنگیدی؟ مثل مرد به کی شمشیر میزدی؟ یا مسلمونا خوی برای سلال ببخشید، یه فامیلمون بود برم سوخ کتفاش بسته است. او که بد نبود این سوده بعد از پیغمبر از خانه بیرون نرفت و بلکه از مدینه اصلا خارج نشد تا از دنیا رفت. حج هم میگفتن یه بار زمان پیغمبر رفتم، پیغمبر به ما دستور داده همسر پیغمبر که وقر نه فی بیوته کن، نه بمونی تو خونه هاتون، ما موندیم تو خونه. یعنی اهل فتنگری نیست، ولی تحریک شد که فامیلشو گرفتن. حالا ببینید قریشی که تمام بزرگانش رو امیرالمومنین کشته، نه کت بسته و ورده باشه بلکه کشته. مثلا در مورد معاویه عموشو، داییشو، بابا بزرگشو، عموی باباشو، یعنی هرچی از افراد بزرگ خاندان بوده همه رو امیرالمومنین خلاصه زده به چند قسمت مساوی تقسیم کرد. این از لحاظ فیزیکی کینه دارن از امیرالمومنین. به نظر بنده بزرگتر از این نفرت قریش از امیرالمومنین به واسطه دو چیز دیگه است. یکی این که امیرالمومنین نماد رسول الله، امیرالمومنین همون رسول الله، تجلی تام و تمامشه و رسول الله اینها و تبختر و هیمنه‌شون رو نابود کرده. اینا همشون در مکه کلوپ شبانه داشتن، مردم شاد زندگی میکردن اون روزا، امکانات صنعت توریست بالا بود، اینا هم درآمد خوبی داشتن، خدا رو هم شاکر بودن. اسلام که اومد کاسه کوزه اینا رو به هم ریخت، تبختورشون نابود شد، با برده هاشون هم عرض شدن. از پیغمبر کینه داشتن، که یادتون باشه یکی از دلایل تخریب پیغمبرم همینو میگفت. یادتون بودیم پیغمبر رو ترم پیش رفقا که بودن پیغمبر رو تخریب کردن، حالا امروز نماد تخریب پیغمبر امیرالمومنین. کما این که در جایی که لعن کردن امیرالمومنین رو صراحتا میگن اون دشمنی با پیغمبر منجر شد امیرالمومنین لعن بشه. خب اینم مورد دوم که میشه بخش اول دشمنی فرهنگی قریش. بخش سوم امیرالمومنین به شخصه هویت قریش رو نابود کرد. چرا؟ آقا عرب ها اگر کتاب های قدیمی عرب رو برای کسی ببینه میبینه ایام العرب دارن. ببین صدای من انکر الاسواد شده، از خواهی میکنم عرض کنم خدمت شما که ایام العرب همه دار و ندار عرب چند چیزه. مسائل مورد علاقش جنگ، که یعنی رزمنده و ادوات رزم، میشه مرکب و اسلحه شمشیر، شراب و زنه.
کلوپ شبانه دوتای دوم و سوم رو نابود کرد که از دست اینا در اومد. هویت فرهنگیشون، این که مثلا قبرها رو میشمردن سر نیروهای رزمی بود، مردا رو حساب میکردن. هویت اصلی قبیله به جنگاوریش بود. جنگاوری نمادش چیه؟ الان ما نماد جنگ بین المللی اون از قاسم سلیمانی، درسته؟ یعنی ما از این ور افتخار میکنیم، اونا از این ور رو تخریبش میکنن، یعنی پرچممونه، درست؟ قریش هم نماد هویتش رزمندگان درجه جنرالاش بود، گلادیاتوراش بود، اونم نه اونایی که زمان پیغمبر بودن لزومن، از قدیم هر کی که بود، هر پهلوان پنبهی که داشتن، رستمهاشون، اینا تو ایام العرباشون می آوردن کی کجا رفته شمشیر رو چیکار کرده. امیرالمومنین که اومد چیزهایی رو که اینا رو مردم تعریف میکردن در امیرالمومنین برترش و فول اچ دی دیدن، چیزهایی که اونا برای اونا خب آدم تو اسطوره که دیدی، تو اسطوره خیلی راست که نمیگه آدم که افسانه هست دیگه، رفت و دیو سه سر و نمونم اژدهای هشت سر و اسطوره است، نماد رزماوری اجداد ماست. ها اینا هرچی خالی بسته بودن برای ابطالشون بالاترش رو اونم نشنیدن، بلکه فول اچ دی دیدن در امیرالمومنین، لذا قصه های اون ابطال رو دیگه نمیشه تعریف کرد. مثل این میمونه که بگی یک نفر رفت 500 نفر رو کشت و یکی هم رفت یه ناخونه مثلا دشمن رو سرش رو چید و آورد با ناخون گیر، یه تعریف میکنه آدم که عبارت ابن عبدالحدید اینه: یا علی انت انسیت ابطال العرب، تو اسطوره ها و پهلوان های عرب رو کاری کردی به فراموشی سپرده شدن، یعنی هویت قریش منهدم شد. قریش ثروتش به خطر افتاد، تبختر و آقاییش به خطر افتاد، امیرالمومنین اومد هویتش رو نابود کرد. لذا اینا دوست داشتن امیرالمومنین به حکومت برسه. جریانی که مالک به وجود آورد از کردین از کجا اومدن؟ از کجا؟ کوفه. عمده مردم کوفه مهاجران یمنی ان، عمده غیر از ایرانی هاشون یمنی ها عرب ان، عمده عرب های کوفه عرب قحطانی یمنی الاصل ان، مثل خود مالک اشتر سلام الله علیه، مثل حجر ابن عدی، اونور مثل ابو موسای اشعری. شما دیدید شیخان قوم کیان؟ اون دو تا شیخ، دو تا اشعری ان، اینا پدر جدهای یمنی های شیعه ای که اومدن قوم هستن، اونجا دفن شدن، شدن شیخان، ولی 1200 سال پیشم. اشعری ها، اشاعره، نه اون اشاعره معتزله اعتقادی، اشعری هایی که توی فامیل هست مثل ابو موسای اشعری، از اون ور مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که شیعه است، اینا یمنی الاصل هست. ابو موسا اشعریه، حجر اشعریه، اشعث یمنیه، منظورم مالک یمنی، یعنی مردم عرب اصیل کوفه عربهای اصیل یمنن. این عربهای یمن دائما با قریش دعوا و جنگ دارن. چرا؟ چون هر کدوم دنبال هویت خودشونن و هویتشون در تضاد با همه. عرب حجاز که عرب عدنانیه، به خاطر وجود پیغمبر قریشی
مهاجران قریشی همیشه تبختر داشته از لحاظ قبیله‌ای، لذا رقابت داشتن با یمنی ها. یمنی ها از لحاظ ریشه نژاد دوست نداشتن که زیر بار عرب حجاز برن. بعدن در مسئله نهروان و خوارج بحث میکنیم. لذا اینها وقتی اومدن فضا اصلا فضایی نبود که امیرالمومنین به عنوان گزینه چهارم مطرح باشه، چون حق مداری قرار نبود باشه که. منتها مالک اشتر از این فرصت استفاده کرد، از اون تبلیغات خدمات اجتماعی امیرالمومنین، یک دو از این که ایدر کرار امیرالمومنین نفس پیغمبره و در بازی های قبیله گرایی به نفع حجازی ها نخواهد تصمیم گرفت، یا بهتر بگم تصمیم نخواهد گرفت. لذا یمنی ها مایل شدن بیان سمت امیرالمومنین و اومدن در خونه و بیعت کردن. در اوضاع امیرالمومنین خلیفه شد که مناسبات قبیله‌ای کمک کرد به رأی آوردن امیرالمومنین. دشمنی شدید مردم کوفه با عثمان، چون ظلم دیده بودن اولا. حالا الان من میپرسم، مهمتر از ظلمی که از سلطان و والی کوفه دیدن، چه ظلمی دیده بودن کوفیان عربای کوفه؟ یادتون عرض کردیم که عثمان نه تنها قریش و بر دیگران، که بنی امیه رو سوار قریش کرد، فامیلای خودش رو سوار بنی امیه کرد، بعد داداشاشو گذاشت رو کله همه. طبیعتاً قریشیان ازش ناراضی بودن، دیگه وای به حال اون زیرزیریا، یعنی یمنی ها. لذا مردم کوفه به شدت بیزار از عثمان بودن و بلکه فحش میدادن به عثمان. حتی اصحاب با تقوایی مثل عمار، در روایات معتبر اهل سنت هست که عمار فحش میداد به عثمان، صراحتن فحش میداد. و جلسه بیش فکر کنم گفتیم که درگیری جدی هم باهاش پیدا کرد و بالاخره مقطوع النسل هم شده بود، اعصاب نداشت از دست عثمان. عمار در براندازی خیلی تلاش کرد، اون تا شخصیت کاریزماتیک مالک رو نداشت. خب امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید در یک فضای کاملا شیخینی و علیه عثمانی به حکومت رسید، به گونه ای که عثمان رو نمیذاشتن در قبرستون مسلمان رو دفن کنن، در یه زباله‌دونی یا یه جای بیرون شهر یا توش قبرستون یهودیا بیرون قبرستان مسلمین دفنش کردن. بعدها زمان معاویه توسعه دادن قبرستون رو، قبرستون بقی اوکی اون بیفته توش. عثمان یعنی نامسلمان باهاش برخورد میکنن، مردم کی آقا؟ کوفه. و مردم کوفه نسبت به بنی امیه آلرژی داشتن، بیزار بودن، چون ظلم دیده بودن 13 سال. بعدها خواهیم گفت خوارج به هیچ وجه با بنی امیه آشتی نکردن. امیرالمومنین تو این شرایط به حکومت رسید. لذا در سخنرانی های حضرت خلیفه اول دوم با احترام یاد میشه، چون شرایط نقد فعلا نیست، ولی نسبت به خلیفه سوم دوزش خیلی بازتره برای حرف زدن. ادبیات امیرالمومنین مقایسه کنید نسبت به خلفا، این رو میبینید. این نهج البلاغه هست بگید، اگر نه از حافظه میگم. نیست؟ هست؟ اگر هست بود، اگر هم نیست که خدا خیرتون.
امیر سلام الله علیه ادبیاتش نسبت به خلیفه اول دوم سوم به ترتیب خیلی ممنون به ترتیب تند میشه، این نسبت خلیفه اول کمترین، نسبت خلیفه دوم یک کم، نسبت خلیفه سوم دهان حضرت کمی باز کلن، یعنی راحت دست میزنه. علت چیه؟ علت اینه که کمتر نیاز تقیه کنه، نمیتونه، نمیخواد تقیه کنه، بلکه جل مقابل حضرت دائم سلام میرسونن، یعنی مقابل های حضرت سلام میرسونن به فک و فامیل عثمان دائم. این نامه هست؟ نامه هست؟ یا خطبه؟ چی؟ آها صحب کنید عرض میکنم. در نامه های خصوصی امیرالمومنین صلوات الله علیه باز هم نسبت به دو خلیفه اول کمتر انتقاد تنده، چون خطر لو رفتن داشت، نسبت به سومی راحت تر. فراوان داریم، مثلا نگاه کنیم، اما والله لقد تغمسها فلان فلانی لباس خلافت تنش کرد، این خطبه خصوصی امیرالمومنینه، این خطبه عمومی نیست. و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، میدونستن من شایستم ولی این کار کرده. بعد فقط تعجب میکنه که چرا او خلافت رو بعد از خودش پس نداد، که این بعد سر جاش یه جایی بحث بشه که عرض کنیم یه جایی بحث کردیم دیگه ما واردش نمیشه. به خلیفه دوم که میرسه امیرالمومنین از خلیفه دوم دو نکته بیان میکنه در خطبه شیخ شقیه که انصافاً اگر این خطبه نبود کسی اهل تاریخ بود درست تحقیق میکرد به همین دو نکته میرسید. از بنده زیاد شنیدن بعضی رفقایی که بیشتر به راجی های منو دنبال میکنن که دو نکته رو امیرالمومنین در مورد خلیفه دوم میگه با آهستگی از کنارش رد میشه. یکی فسیرها فی حوزة خشنا، دوز خشونت در حکومت خلیفه دوم بالا بود. و دو یکثر ال اثار فیها والاعتذار منها، خطا زیاد بود، سوتی زیاد بود، عذرخواهی هم زیاد بود، یعنی نمیگفت من عمدن این کار میکنم، میگفت من اشتباه کردم، ولی این زیاد تکرار میشد. اما وقتی خلاصه عبارت رو برید ببینید، میفرماد یه جوی یه طوری بود شرایط که اگر میخواستی کنترلش کنی خلیفه دوم مثل یک مرکب چموش بود که اگر میخواستی افسار رو صفر نگه داری، یعنی مقابلش بیستی، این حلقه‌ای که برای لگام تو بینیشه بینیشو پاره میکرد، پاره میکرد یعنی چی؟ یعنی کار قطع میشد و وارد خشونت اصلی میشدیم اگه میخواستیم باش کلکل کنیم. اگر میخواستی رها کنی، خب حیوان وحشی چگاه میکنه مرکب ناهموار ناراهوار چگاه میکنه؟ میزنه تت زمین، یعنی خیلی کار سخت بود، درسته؟ فوق‌العاده است این تحلیل امیرالمومنین، تو یک خط انصافاً 10 سال درست بیان کرده. حالا ما که توقع همین از امیرالمومنین درست، ولی اینقدر مجمل این همه نکته تاریخی توش داره واردش نمیخوام بشم، حیرت آور. تا میرسه به نفر بعدی، نفر بعدی از کل ماجرای نفر بعدی چی میگه؟ یکی این که
یکی رو به خاطر کینه جابجا کرد، یکی رو به خاطر اینکه دامادش بود. یعنی دقیقا همون فضای سوء استفاده از قبائل، درسته؟ نکته اول این بود که جهان اسلام رو تبدیل کرد به فامیلای من از بنی امیه، ذخایر بنی امیه رو برد سر کار. و تیکه دوم اینه، او بین نسیلهی و مؤتلفه بود، بین توالت و استبل. این عبارت شدیده دیگه، مؤتلف یعنی آنجایی که علف هست، بین استبل و خلاصه دستشویی در سعی بین نسیل و مؤتلف بود. عبارت حضرت میبینید تند شد. یعنی چی آقا؟ بخورن و منابع رو تبدیل به کثافت کنن، یعنی بهره‌وری پایین بود، درسته؟ تبدیل میشد از این یه چیزی میدیدیم میخورن و تبدیل به چیزی میشه که به درد نمیخوره. یعنی من بیت المال رو میخورن، این برم چیزی به نفع جز کثافت و نجاست هم چیزی به درد اسلام نمیخوره. خیلی ادبیات حضرت ناگهان تون میشه. چرا تون میشه؟ چون فضای این که حرف بزنن بود. اون برادرمون رو بیدار کنید که اذیت نشه. فضای ادبی امیرالمومنین اجازه میده فضا که راجع به خلیفه سوم حرف بزن. اینی که دارم عرض میکنم انشالله این کسی یه وقت خواست راجع به خطبه‌نامه حرف بزنه، خیلی از خطبه‌نامه تازه معنی پیدا میکنه که چرا حضرت نامه مینویسه مثلا قیس ابن سعد ابن عباده رو برای مصر، یا نامه برای بعضی شهرها که بیعت میخوان بکنن. حضرت فرمان بعد از حمد خدا، بعد از پیغمبر دو نفر به حکومت رسیدن، بعد از اون دو نفر هیچی نمیگه چی شد، دو نفر به حکومت رسیدن، حالا خوب بودن بد بودن، اذیت کردن، خدمت کرد، رد میشه. بعد میفرماد بعد رسید به نفر سومی که مردم رو تحمل نکردن به خاطر بدعتهایش. میبینید نسبت دو خلیفه ساکته، نسبت سوم چرا؟ چون فضای جامعه جهانی اون روز اجازه میده راجع به عثمان حرف زده بشه. در مورد آفتاب تابان دو خلیفه اول کسی نمیتونست حرف بزن، رضا حضرت هم رد میشه فرق. یا اینجا رو ببینید، اگر فرصت میکرد حضرت اشاره به حق غصب شده میکرد، ولی نگاه کنید به همین مجملی خطبه 6 گفتن آقا ول کنین طلحه و زبیر رو، فرمود که من به خدا مثل فلان حیوان نیستم که بیشینم صبر کنم که یا فریب بخورم یا فرصت از دست بره شکار بشم، بیشینم جوی نمیدونم باید چیکار کنم، بلکه به حق عمل میکنه. با سامع مطیع نرمم و با عاصی مریب تندم. بعد اینجوری فرمود والله ما زلت مدفوعا عن حقی مستعفرا علی منذ قبض الله نبیه، از روز اول حق من غصب شده،
این که دیگه حق نیست هستن خلیفه خلافت چهارم با این معانی که ما گفتیم. فرصت کنه حضرت اشاره به عرض کنم محضر شما که اون حق قصد شده میکنه، ولی درباره خلفا اظهار نظر صریح نمیکنه، بلکه در برخورد حضرت با مردم اینجوریه که احتجاج میکنه مردم، مثلا در برابر معاویه که من همونطوری که با خلیفه اول و دوم بیعت شد با من بیعت شد، بیعت من کاملا شرعی است همانطور که بیعت خلیفه اول و دوم. این به معنای پذیرش خلافت اون دو نفر نیست. جامعه اون روز اون دو نفر رو مفروغن میدونه خلیفه پیغمبرن، بعد مثلا طلحه و زبیر عایشه یا معاویه وقتی انقلت میکنن حضرت میفهمن خلافت من هم شرعیه، همون مدلی که با اون رو بیعت شد با من بیعت شد، اگر این ایراد داره پس مال اونا هم ایراد داره، در حالی که همه میدونن خلافت اونا مشروعه. این به معنای دفاع نیست، داره جدل میکنه حضرت. یه نکته، بله اومدیم بیرون ازش، یه نکته بسیار مهم که باید بهش توجه کرد، نوع بیان امیرالمومنینه که عرض کردیم جلسه قبل بعد از این که حضرت به حکومت میرسه شروع میکنه به نامنگاری برای اینکه افکار عمومی رو به دست بگیره. عبارت رو ببینین، این نامه ششم نهج البلاغه است، نامه شش به معاویه، این نامه رو منتشر میکردن. انهو بایعن القوم، قومی با من بیعت کردن، الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان الا ما بايعوهم عليه، همونطوری که عمر. آقا اینو چرا عثمان اضافه کرد؟ چرا عثمان اضافه کرد؟ چون نائب معاویه است. امیرالمومنین با افکار عمومی خودش میخواد حرف بزنه، به عثمان احتجاج نمی کنه چون اصلا قبولش ندارن. با معاویه که داره احتجاج میکنه که از بنی امیه است، اسم عثمان هم میاره. عبارتش حضرت اینه، با یعنی القوم، قومی الذین که با یهو با این ستا تو مدینه بیعت شد با حضرت دیگه. بله، کسانی که تحت تأثیر قرار دادن مردم مدینه رو و جب و دست گرفتن، بخش زیادشون یمنی های کوفه بودن، ولی مردم مدینه با امیرالمومنین بیعت کردن. اینجا میفهم همون بیعته. فرمود که لال الغائب عن یرد، تو که نبودی اصلا، تو شام اینجا مرکز خلافت اسلامی مدینه است، اینا بیعت کردن، تو چی کاری که رد کنی؟ و انما شورا، اگرم قرار باشه شورای مشورتی باشه، للمهاجرین والانصار، فان استمعوا على رجل وسموه اماما، اگر اینا جمع شدن یه امام انتخاب کردن، کان ذالک لله رضا، این رضایت خدا درشه. من میتونستم یه جلساتی بذارم بگم پاسخ به شبهات وارده در نهج البلاغه، این کار رو نمی کنم، ولی با بستر شناسی شما دیگه اون شبهه براتون بر. چرا امیرالمومنین میاد میگه برخلاف شما که قائل به نص بر امامتید، میگه شورای مهاجر و انصار امام تعیین میکنه؟ با کی داره حرف میزنه حضرت؟ با افکار عمومی، که اینجا افکار عمومی حتی بنی امیه رو هم
شامل میشه. گاهی افکار عمومی شهر خود حضرت، کشور خود حضرت، اینجا افکار عمومی کل جهان اسلامه، داره با ادبیات اونا حرف میزنه. فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِتَعْنٍ اَوْ بِدْعَةٍ رَدُّوهُ عَلَى مَا خَرَجَ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اون کسیو که مهاجر و انصار با شورا سر کار میارن، اگر به مسیر حق بره خب هیچ، اگر تعنی عیبی بدعتی بر او وارد باشه یقشو میگیرن بنش میگردونن، مثل مواردی که به عثمان اعتراض میکرد. اگر ابا کنه از اینی که اصلاح کنه، قاتلوه علی اتباعه غیر سبیل المؤمنین، باش میجنگن. یعنی آقا من نبودم که با عثمان جنگیدم، او از سبیل مؤمنین خارج شد، تذکر دادن، عمل نکرد، کشتنش. فلعمری یا معاویه لئن نظرت به عقلک دون هواک، امیرالمومنین تمام خدعای لگریای معاویه رو هوا، یعنی با عقلت ببینی نه با هوای نفس و پدر سوخت بازید، لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان، میدونی که من بیگناهترین فرد در خون عثمان. قال تعالی من ننی کنت فی عزلت ان، میدونی که من از او دور بودم، چون از مدینه بیرون بودم، اصلا بیرون گرده بود من احمدی، من تو مدینه نبودم، کاری اصلا با اون نداشتم. این رفتار دائما تکرار میشه، دائما تکرار میشه تا جنگ جمل به وجود میاد. جنگ جمل به وجود اومدن شاه جان اینطوریه که میدونین اولین کسی که با امیرالمومنین بیعت کرد که در اخبار طلحه است، که یکی هم اونجا یه فال بدی زد، گفتش که دست شله این، دست شله این حکومت شل شد. اولین کسی که بیعت کرد طلحه بود. طلحه مثل اینایی که کاندید ریاست جمهوری هن و خیلی بازی رو به هم نمیریزن، بلا فاصله بعد از اینکه شکست میخورن پیروزی تعریف و تبریک میگن. اصلا شرایط داره بود طلحه باید به حکومت میرسید، یعنی خیلی زحمت کشیده بود بنده خدا. چند وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، چون مردم رو آوردن چفی نمیشد زد، بعد مردم مدینه که میدونستن خود طلحه در صفحه اول مخالفان عثمان بوده، لذا اومد بیعت کرد، زبیر اومد بیعت کرد، منتظر فرصت شده. آیشه حج رفته بود برای اینکه عثمان راحت بتونن اونجا پوست بکنن، نباشه که بگن کمک نکردی. بهش خبر دادن عثمان مرد، راوی میگه منتظر بود بشنوه، بعد از او طلحه شد. بین طلحه و عثمان هم روابط حسنه ایه، حتی طلحه زمان پیغمبر نقل شده که گفت اگر پیغمبر بمیره من با عایشه ازدواج میکنم، و این توهین صریح به پیغمبر دیگه. همین الانش هم یه نفر نسبت به همسر یه مرد این حرف رو بزنه، شما میدید در دوره عده اگر کسی بره سراغ یه زنی و ابراز علاقه کنه، ازدواجش برای بعد از خود، یعنی حرمت عرض کنم مرد اون خانه باید حفظ بشه. حالا زنده است پیغمبر، و اگه بمیرم میرم به ما حکیمون میمیره، پیغمبر میره میگیرتش زنشو، ما هم پیغمبر بمیره میریم زنشو میگیریم، اونتا نگفت زنشو، میرم عایشه رو میگیریم.
اینی که در روایات ما، بعضی روایات ما اومده طلحه و عایشه ازدواج کردن و این رو زنای عایشه قلمداد کردن در بعضی کتب، کتاب الفاحشه نوشته شده و اینا، از این سنخه. توجه کردید؟ البته ازدواجی صورت نگرفت، یعنی دلیلی نداریم که صورت گرفته. واقع امر خدا میدونه. دلیل معتبری برای این که این ازدواج بعد از پیغمبر صورت گرفته وجود نداره. در منابع ما هست ولی معتبر نیست. حالا اگرم اتفاقی افتاده، این دلایل معتبر نیست. روابط فامیلی داشتن در واقع و در یک تیم بودن. شما میبینید در واقع صحیفه اسمی از طلحه نیست ولی از زبیر هست. طلحه بیعت کرد، زبیر خیلی خدمات به امیرالمومنین داشته تا سال 23. زبیر با طلحه جنسش خیلی فرق داشت، او هم بیعت کرد. طلحه و زبیر سنخیتی اصلا با هم نداشتن، فقط منفعت مشترک اینا رو کنار هم نگه داشت. برای که حزب جدیدی رأی بیاره دو تا جریان با هم ائتلاف کردن، ربطی به هم نداشتن. طلحه فامیل نسبی خلیفه اول، زبیر پسر عمه، یعنی پسر عمه پیغمبر امیرالمومنینه، خیلی فامیل نزدیکیه. در جریان صحیفه طلحه هیچ کاری نکرد، در حالی که زبیر مهمترین فرد از خواص امته که با امیرالمومنین به پای حضرت ایستاد، به گونه ای که خلیفه دوم در گزارشش وقتی میخواد بگه مخالفهای اصلی من کیان، میگه خالفن علی و زبیر. سلمان و ابوذر مقداد رو اسم نمیبره چون در سطح از لحاظ اجتماعی این دو نفر نیستن و در بعضی نقل‌های ما در تشیع از زهرا هم حاضر این زبیر. بعد از شهادت از زهرا تا سال 23 هم زبیر به شدت فعال برای اینکه جریان جامعه رو به سمت امیرالمومنین متمایل کنه. ما اینجا 5-6 جلسه به این موضوع پرداختیم، دیگه الان نمی پردازم. تا 23 زمان حکومت عثمان خریدندش، انقدر پول دادن که بالاخره پولدونی این در اومد. ثروت زبیر اینجوریه که در تاریخ سال 329 مسعودی مورخ میگه، مسعودی متوفای 345، میگه الان که دارم این گزارش رو مینویسم 329، زبیر که این مرده 36، یعنی قریبه به 300 سال بعد دیگه، مثلا 293 سال بعد. میگه الان در بصره خانه‌ای که زبیر دارد، آقا ما الان مشکل پارکینگ داریم، مثلا کسی رو دارید الان کدوم پولدار تو تهران مثلا فرض کن 400 تا پارکینگ تو خونش جا داره، ولی که ثروتش بفهمید چیه. میگه خانه زبیر در بصره امروز بارانداز کاروانهای متعدد است. کاروان یعنی جنی، آدمها و شترها و بارهاشون. اینا حرکت که میکردن جای استراحت میکردن. در خانه زبیر در بصره چند تا کاروان همزمان میان اینجا بار میذارن، بار برمیدارن، استراحت میکنن، معامله میکنن از این شهر به اون شهر. ثروتش اصلا سر به فلک کشید. حقوق نجومی او رو بخاری اینجوری نقل کرده که قبلا اشاره کرده، منم فقط رد شم ازش، که برکت مال مجاهد. آقا مجاهدای راه خدا جهاد میکردن، ماشاءالله این چقدر طلا داره. سال 23 بعد، یعنی حکومت عثمان که اتفاق افتاد،
حکومت عثمان که اتفاق افتاد شروع کرد بعضی ها رو پول دادن. طلحه و زبیر از سران پولگیرها هستن، زبیر بیشتر، عایشه هم همینطور. یادتون باشه عرض کردیم سال ششم حکومت عثمان رویش عثمان عوض کرد، وقتی دید پایه‌های حکومت سفته اینا رو گذاشت کنار، فامیلاش آورد سر کار. اموال اینا خیلی ثروت داشتن، بعد دیگه به کشور وام میدادن اینا. منتها خب آدمی که دنبال این چیزا باشه سیرامونی که نداره که، لذا اینا با دیدن نه حکومت و استانداری چیزی به اینا میده نه پول، این پولای هنگفت و خب مفت مسلم داره میده به کسای دیگه. افریقا وقتی فتح شد خمس غنایم افریقا رو داد به یه نفر، خمس غنایم یه قاره رو داد به مروان، اصحاب اینا خورد شد. مثلا تا دیروز من 5000 میلیارد سرمایه داشتم، اون 200 میلیون یومی رفت شد 100000 میلیارد، ما شدیم زیر خط فقر. تو رقابت دیدن فایده ای نداره، دعواشون شد خلاص. اینا اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، عایشه نیامد در همون مکه موند. بعد که نوبت به استانداری ها رسید، امیرالمومنین یک یک فرمانداران عثمان رو عزل میکرد، ببیشون فامیلای درجه یکشون، یکی یکی آدم ها رو سر کار میذاشت. آقا اینه بایست بودن جلو در استان فلان، اینا های جوی سرک میکشتن میدن چی شد، دیدن کشورهای بزرگ رفت، استانهای بزرگ، استانهای کوچیک، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، ساوج بلا، نظر آباد، علی آباد کتول، روستای فلان، اینا هی را چند بار رفتن بودن آقا ما برای خدمتگذاری حاضر ما جان حضرت همون نیاز شد خبرتون بکن. اینا بازم اونجا اون جلوها بودن، بالاخره ما همین نزدیکا هستیم، شما میس بندازیم و سریع اومدیم. اینا دیدن میس ننداخت از دار، دوباره اومدن گفتن آقا اومدیم بیعت کنیم. بیعت یعنی چی؟ میدونی بیعت ما چه قیمتی داره؟ حلوه و زبه قریشی هم غیر بنی امیه قریش رو میتونیم باید همراه کنیم، خواهدیم تجدید بیعت کنیم، یعنی به چشم ببین بیعت ما، یعنی دعا بیعت دارم میکنم، بالاخره من کسی هم باز خودم، حضرت نیازی نیست یه بار بیعت کردید، من خواهیم بیعت کنیم دوباره بیعت کاری بود در خدمتی نیشه. کاری ندارید آقا جان، ما همین جلو وایسادیم. ببر چند بار را دیم تموم شدم جا. حضرت میخواست غنایم رسید تقسیم کنه، اونا گفتن لابد یه حسابی چیزی هست میزن اونجا کارت به کارت میکنه، مثلا یه نوکری میره در خونه اونجوری با احترام تقدیم میکنه، اینا نه اعلام کردن بیاید مردم بگیرن، صف وایسادن. اونا راستی راستی ما رو صدا نکرد، ببین خب لابد اونجا نکه طلا زیاده، بارش بالاخره باربریش که دیگه نباید حکومت بده که، قلاغا رو آماده کردن رفتن تو صف وایسادن، خیلی بهشون برخورد از اینکه تو صف وایسادن. این مسئول بیت المال رو صدا کرد، اینجا زبیر بی اینجا اومد جلو گفت بله بفهمید، گفت زبیرم ایشون هم تله هست، گفت ارادت نندن حالش بکنم، خب برید بگید که تله و زبیر وایسادن اینجا. خب بله میدونم در خدمت. خیلی ناراحت شدم، خب ما که نباید تو صف وایسیم. آقا امیرالمومنین از زمان خلیفه دوم میگفتن، گرچه
ائمه ما حتی امام حسن که حکم رسید اجازه نداد بهش امیرالمومنین بگن. امیرالمومنین یک نفر بیشتر نیست، یعنی اون امیرالمومنین اصلی یک نفره، بقیه قلابی هن. امیرالمومنین میدونی که پیغمبر فرمود سلموا علی علی به امرت المؤمنین، به علی سلام کنید به عنوان امیر مؤمنان. لذا بهتر آدمی بر اونور امام علی نگه، لفظ امام لفظ مشترکه. البته در حقیقت معنای امامی که ما بر امیرالمومنین قائلیم همه این حقایق هستا، ولی بهتر آدم تصریح کنه به امیرالمومنین به جای لفظ امام علی. و به قول یکی از آقایون کاش که این بزرگان بزرگان امیرالمومنین میشد. راست هم میگه انصافا، چون امیرالمومنین عنوان خاص همه اون معانی امام علی توش هست. امیرالمومنین گفتش امیرالمومنین نفرموده که یه دستور نده کار خاص بکنی، میخوای بیاید خودش بپرسید، داره اونجا اموال تقسیم میکنه. اینا گفتم حالا چقدر هست همه ما؟ گفت 3 سکه. این مثل این میمونه که شما یه دنیا ذخایر بزرگ نظام ببرید مثلا 40,000 تومان یارانه بسازید بدید، مثلا افت داره این. اینقدر اینا خلاصه رفت آمده هاشون زیاده و گلو گشادن که 40,000 تا برو بیاد نمیفهمن اینا. کلن رفت آمده مالی باید خیلی دروش باشید اینا متوجه بشن. 3 سکه. زبیدی که 1,000 یا 2,000 برده داره که در سال نزدیک 2,000,000,000 تومن نون بخواد به اینا بده.